یه نفری بود هر وقت حرم حضرت رضا میرفت وقتی بر میگشت غالبا میگفت خدمت حضرت رسیدم. یه نفر خیلی بهش پرخوش کرد که تو آخر چرا ما خدمت حضرت نمیرسیم؟ گفتم آرام بگیر، اینو من میشناسمش. این وقتی که از در کفشداری وارد میشه هر سیدی رو میبینه یک قطری نگاش میکنه شاید محبوبش باشه. هر آدم خوش سیمایی رو میبینه در سنین 40 سالگی بین 40 سال و 50 سال درستی رو بررسیش میکنه، یه خورده ای زنش قوی بشه میره سلام میکنه، احتمالا دستشو میبوسه. یه همچه آدم تو باشه، تو هم هر دفعه مشرف بشی، حالا هر دفعه نه اقلا چند دفعه یه دفعه تشرف پیدا میکنه. اما اون کسی که وارد حرم حضرت رضا شده به آینه کاریها و شمشیری که فلان شاه برای حضرت هدیه آورده و زریح رو چجوریش شکلش رو عوض کردند و نمیدونم کجا رو بم گذاشتند و اینا رو فکر میکنه، خب امام زمان کنارش هم بایستده باشه نمیبینتش، رفیق خودشو که کنارش بایستده نمیبینه. به فکر نیستیم، محبت نداریم. مقدس اردبیلی میگم ما یه مجدلب ها بیادمی اومدیم کربلا، در بین را یا طلبه بودگاهی برامون روزه میگون، توی حنجرش یه نمکی گذاشته بود امام حسین، نمکی میخون با حال میخون، همه گریه میگلیم ای خوشا به حال اونایی که آل محمد به اونا لطف کنه، به خدا اگه یه نظر و محبتی بکنن انسان همه چی میگیرش میاد، اگه نظر لطفشون هم از آدم بردارن آدم بیچاره میشه. مقدس اردبیلی میگه اومدن کربلا زیارت اربعین بود، از بس دیدیم ظاهر اومدم و شلوغم، گفتم نرم تو حرم امام حسین با این طلبه ها مزاحم زوارای از راه دور آمده نشیم، گفتم همین گوشه سن میزدم زیارت میخونم برا امام حسین، طلبه هارم دمر خودم جمع کردم. یه وقت گفتم طلبه ها این طلبه ای که تورنا برامون روزه میخون کجاست؟ گفتن آه تو این جمعیت نمیدونیم کجا ره. یه وقت دیدم یه عربی مردم و میشگاف اومد جلوم، گفت ملا احمد مقدس اردبیلی میخوای چیکار کنی؟ گفتم میخوام زیارت اربعین بخونم. فرمود یه خورده بلند در بزن منم گوش کنم. زیارت و بلندر خوندم، یکی دو جاش توجهم داد به نکاتی، زیارت دموم شد، به طلبه ها گفتم این طلبه بیداش نشد، گفتن آه نمیدونیم کجا رفته. یه وقت دیدم یه عربه به من گفت مقدس اردبیلی چی میخوای؟ گفتم یه طلبه ای بود از رفقامون تو راگاهی برامون روزه میخوند، نمیدونم کجا رفته، میخواستم اینجا برامون روزه بخونه. گفت مقدس اردبیلی میخوای من برات روزه بخونم؟ گفتم آری اگر بلدی بخون. یه وقت دیدم یه عرب یه نگاه کرد به قبر ابی عبدالله، از عمو سرد نگاه کردنش مرا منقلب کرد. یه وقت صدا زد یا ابا عبدالله، نه من و نه این مقدس اردبیلی و این طلبه هیچ کدوم یادمون نمیرم از اون ساعتی که خواستی از زینب جدا بشی، خواستی از زینب جدا بشی. یه وقت دیدم کسی نیست، فهمیدم یه عرب مهدی فاطمه بود. واقعا ساعت حساس و عجیبی بوده رو وقایا نو ساعت. امام صادق علیه السلام فرمود کسی برای فرج دعا کنه ما خانواده براش دعا میکنه، دیگه چیزی هم میخواد انسان؟ امام عصر علیه السلام به اون عالم فرمود بعد از عشق و روزه برگردم امام حسین علیه السلام برای فرج من دعا کنید، چشمتون پاک شده، قلبها رو پاک کرده خدا، من بعد اون برای شما دعا میکنم.
از اینا آقا تر جایی پیدا میکنیم؟ رفقا یک کلام عرض کنم، ما امام حسین علیه السلام اهل بیت و امام عز سلام الله علیهم میگیم دوست داریم به اندازه خودم من دوست دارم، اونا وقتی میگن شما رو دوست داریم به اندازه خودشون ما رو دوست دارن. اینو فکر کنه ببین چی تحویل میده. خدا همینجور، خدا بنده‌هاشو دوست داره به اندازه خودش، خداییش. امام حسین علیه السلام چقدر عظمت داره، ایشون وقتی ما رو دوست داره ببین چقدر دوست داره. امام زمان علیه السلام انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین عن ذکرکم، ما اهمال نمی کنیم امر شما رو، ما فراموش نمی کنیم. ولولا ذلک، اگر اینجور نباشه لستلمتکم الاعدا، دشمنا خورد میکنن شما. و احاط بکم البلا او بلوا، از همه جانب احاطه میکنه بنا به شما. پس ببین دوست داشتن اونا چقدر، ما تازه هر چه دعا کنیم به سر سوزن یا دوست داشتن اونا به یوم نهی روز قلبنا. ولولا الحج لساخت الارض به اهلها، امام معصوم نباشه زمین اهلشو میبلعه، امام معصوم نباشه زمین اهلشو میبلعه. باز فرمودن برای این دعای شما انجام میدین که فان فی ذلک فرجکم، گرفتاریاتون به اون برطرف میشه. برای این دعاها ما این ثوابا را می نویسیم و این ثوابا را هم داره. امام عصر ارواح نافدا حتی همین غیبتشون، الان در غیبتند، همین غیبتشون مربی ما. اگر غائب نباشن اینطور شما اظهار علاقه و محبت نسبت به اون حضرت شاید نکنید و تا این حد معرفت به مقام مقدسش نداشته باشید. طبع انسان نازل، نه انسان عالی، انسانی که تربیت نشده اینه که هر چیزی رو زیاد دید براش یا زیاد بود براش ارزش قائل نیست. در زمان ائمه علیهم السلام یه مردمانی بودن، اینها زیاد خدمت امام می رسیدند. اون معرفتی که شما امروز، اون محبتی که شما امروز نسبت به امام زمانتون دارید اونها نداشتن، مگر اونهایی که در مراحل خیلی بالا. لیلا انسان وقتی یه نفری رو حتی زیاد دید براش احترام قائل نمیشه، براش ارزشی قائل نمیشه. هر چیزی که زیاد در اختیار انسان بود انسان بهش بی توجه میشه. الان حیات هر موجودی به هوا و آب، چون خدای تعالی زیاد در اختیارمون گذاشته، برای هوا که اصلا ارزش قائل نیستیم، برای آب هم در مرحله دوم ارزش قائلیم. و حال این که اول هوا پر ارزش تره، بعد هم آب. هر چیزی که کم باشه انسان زیاد براش ارزش قائله. مثلا طلا، طلا چون کمه ارزش قائله. که اگر الان امام زمان علیه السلام تشریف بیارد و ظاهر بشود و بیاد توی مردم با مردم زندگی کنه، یه مختصری روزای اول براشون احترام قائلیم، به شرط این که به خیر و شر ما کاری نداشته، به وضع زندگی ما کاری نداشته. اگر یه خورده بخواد به وضع ما کار داشته باشه و این کار رو بکن اون کار رو نکن، ما دیگه کم کم میگیم آقا با کمال معذرت تو پسر پیغمبر هستی، دوستت هم داریم، اما دیگه ما رو تنها بذار. قدرتمندای دنیا هم اونها خب بیشتر با اونها حجت ابن الحسن ارواح نافداه درگیر خواهد بود. اونا که میان به سراغش همون دوری که به سراغ اجدادش آمدند و یا زندانش کردن یا زندانشون کردن یا کشتن. فقتل من قتل و سبی من سبی و اقصی من اقصی و جل القضاء لهم بما یرجا له حسن المسوبه تا آخر. امام زمان علیه السلام با همین غیبتش و کم خودشو نشون بده، همین که کم خودشو نشون بده، همین داره ما رو تربیت میکنه. یه مدتی در غیبت بمون، همون گاهی توسل میکنی میگی یا صاحب زمان همون بسته، تو بیشتر از این لیاقتشو نداری. افرادی بودن و افرادی هستند، شاید هم در هر زمانی باشند، که شب و روز در محضر امام علیه السلام
هستند و بودند، یک لحظه کوچکترین بی‌ادبی، بی‌معرفتی، حتی عادی بودنشون با حضرت نبود. اولیاء خدای بودند در زمان ائمه علیهم السلام که خیلی نسبت به اهل بیت اظهار ارادت می‌کردند، مثل سلمان و ابیذر و شخصیت‌های بسیار والا و بالا و پرمقام. اینها خیلی کم بودند، خواص بودند، کسانی بودند که اگر امام علیه السلام هر کاری میکرد اینها کوچکترین خطوری در دلشون پیدا نمیشد. امام زمان چرا الان غایبه؟ یکی میگه که چون 313 نفر توی مردم آدم حسابی پیدا نمیشه، میخواد به مردم توهین کنه، هم جرفی میزه. نه، این نیست. استادمون خدا رحمتش کنه میگفت همیشه 313 نفر آماده هستم که اگر خدا اراده بکند که امام زمان ظاهر بشه، این عده همراهش هست. یکی که میمیره یکی دیگه جاش میذارن، از ابدال میگذارن، افرادی که اینها آماده به خدمتن از اینها اسم نویسی میشه. اینها نیست و چرا آقا ظهور نمیکنه؟ برای اینکه ما رو تربیت. یکی از افراد میگفت که ما خیلی اصرار کردیم که چرا آقا ظهور نمیکنه. از آن فهمده بودم که با این وضعی که مردم دارن همش به فکر دنیاشون هستن و همش به فکر زندگی دنیا هستن، اینا حاضر نیستن که پای درس امام، پای سخن امام، پای معارفی که امام به اونها میخواد تحویل بده و اینها رو آماده کنه برای به وجود آوردن و به وجود آمدن عدل و داد، اینها آماده نیستن. آمادگی میخواد. پس غیبت حضرت ربوبیتش ایجاب میکنه که غایب باشه، چون ربه. دعا تحت قبه امام حسین علیه السلام ضمانت شده از طرف خدا که اجابت بشه. اگه میخوایم 40 وصله به ظهور بشه، دوربر امام زمان باید بچرخی، یادت نره از امام زمان. این دعای تمام مشتاقان وصل است. ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا. هیچ دعایی هم بالاتر از این بلد نیستیم که باز شدن همه گره‌ها تو دل این گره است. این گره باز بشه، همه گره ها. اگه میخوایم 40 وصله به ظهور بشه، بلا 1400 سال عاشورا گذشته، 40 هم گذشته، ولی هنوز ظهور اتفاق نیفتاد. ما بدبختا که چهره امام ندیدیم که آخه لذا نمیتوانیم بفهمیم وقتی امام رو میبینی یعنی چی. اصلا نمیتوانیم تصور. لذا میگیم آقا بیاد به فکر بدبختیمون برداریم، بریم 40 تو بیابونهای کربلا و مکه بنشینیم. امام صادق فرموده است تا ننشینید نری تو بیابون، تضرع نکنید ظهور نمیشه. ما که عمرمون رو باختیم، شما از خدا میخواید تا جوانی چشمتون باز بشه به جمال نورانی. 40 بهار دعا برای فرج بالاترین مکانها از حیث شرافت و استجابت دعا، حرم حضرت ابا عبدالله و تحت قبه امام حسین. امام هادی علیه السلام وقتی میخواستن برای حاجتشون دعا کنن، یک شخصی رو میفرستادن به کربلا که بره اونجا تحت قبه حسین، زیر قبه نورانی امام حسین علیه السلام، برای حاجتشون دعا کنن. گفتن آقا جان، یا امام هادی، یبن رسول الله، آقا جون شما خودتون مستجاب و دعوه مطلق هستین، برای چی یه نفر رو فرستادین کربلا؟ حضرت فرمود نه، یه حرم هایی روی زمین هست که خدا عنایت ویژه ای به اون حرم ها داره، نظر ویژه ای داره و خداوند متعال دوست دارد که دعا از اون حرم ها به آسمان بالا بره و حرم سید الشهدا یکی از اون حرم هاست. یکی از آداب دعا دست جمعی دعا کردنه. خب ما در طول سال اجتماعی به عظمت 40 نداریم و مهمتر از عظمت جمعیت، یک دل بودن این جمعیت. ما هیچ کجا چنین جمع عظیم، یک دل و متحد سراغ نداریم. بهترین موقعیت برای یک دل شدن و یک صدا شدن فقط و فقط روز 40 در کربلا. ای کاش ما را هم کاروانی بود شبیه کاروان آل یعقوب، همانها که نجات دادند یوسف را از گرفتاری چاه. تا بر نگردن به امام زمان نجاتی نیست. این دنیای تاریک ظلمانی و این بیچارگی ها و این بدبختی ها را از سر بشر
کسی نمیتونه رفع کنه، همه دروغ میگن، ادعاهای بیخوده. نمیتونه یعنی بخوادم بکنه، نمیتونه. همه میدونیم که تا وجود مقدس امام هست تشریف نیاره، این بدبختی ها، این گرفتاری ها، این بیچارگی ها از سر بشر رفع نمیشه. شما ببینید الان همه زمامداران دنیا بیچاره شدن، همه مستر شدن، همه نمیدونن چیکار کنن. مردم همه حیران سرگردانن تا بر نگردن به امام زمان، نجاتی نیست. ما راهی نداریم جز این که همه مؤمنین با هم زمیمه بشن زیر قبه حسین ابن علی که مطاف همه ملائکه و انبیاست، گفته بشه یا صاحب الزمان. اجماع باید بشه بر دعا تا ما امروز مشکلمون حل بشه. هیچ کس مثل او روایات ما را احیا نکرده است. این جمله را از خود امام صادق علیه السلام شنیده بودند، حالا جمع شده بودند دور او تا از او روایت بشنوند. شنیدند که محمد ابن مسلم گفت این روایت را هم از امام باقر علیه السلام شنیدم، هم از امام صادق علیه السلام. خدا در ازای شهادت سید الشهدا 4 چیز به او داد: امامت فرزندانش، شفا بخش بودن تربتش، طولانی شدن عمر زائرانش و اجابت دعا در حرمش. بابا فرمایش امام، خود امام معصوم فرموده، فرموده که اجابت و دعا تحت قبته، دعا فقط تحت قبه امام حسین و ائمه معصومین به اجابت میرسه. اگه با اخلاص میخواستند و میخواستیم کار دنیا به اینجا نمیرسید. بر نگردن به امام زمان نجاتی نیست. درست مثل طلوع خورشید در سرد سیر فصل زندگی میماند، آن هنگام که منتظران ملتمسانه دعای ظهور میخوانند در زیر حائر حسینی.